قرار امروز فسنجون درست کنیم. مواد لازم برای فسنجون: گردوی خرد شده، مرغ، زردچوبه، دارچین، هل، رب معمولی یک قاشق، رب انار سه قاشق و پیاز. البته میتونیم به جای مرغ از گوشتخ کردم استفاده کنیم که گوشتخ کرده رو پیاز، یه دونه پیاز توش رنده میکنیم، به همراه زردچوبه، فلفل، دارچین اونا رو گرد میکنیم و سرخ میکنیم. به جای مرغ میتونیم استفاده کنیم. میام گردو رو با یک خیلی کوچولو روغن تف میدیم تا مزه خامیش گرفته بشه. بعد از این میام مرغ رو کاملا سرخش میکنیم به همراه یک کوچولو نمک و یکم زردچوبه و با پیاز داغ میذاریم کاملا جداگانه بپزه. وقتی این گردو رو تف دادیم آب میبندیم توش و یکی دو ساعت میذاریم که گردو جا بیفته. بعد یکی دو ساعت مرغی که پخته کاملا رو بهش اضافه میکنیم و بقیه کار رو انجام. اینو انقدر سرخ میکنیم که نسوزه، فقط یه مقدار یه عطر گردو درآد و کافیه، بیشتر از اون گردو طعمش تلخ میشه. سعی کنید روغنش خیلی کم باشه چون در آخر روغن خود گردو در میاد و کاملا چرب میشه. حالا یواش یواش بوی گردو در اومده، یه چند دقیقه دیگه اونو هم میزنیم و آب میبندیم. الان دیگه گردو نگاه کنید هیچ رنگش عوض نشده، فقط یه مقدار تفت داده شده با شعله خیلی کم. آب بستم یکی دو ساعت، وقتی جوش اومد یکی دو ساعت میذارم درش کاملا بسته باشه تا گردومون کاملا جا بیفته. حالا میریم با هم دیگه مرغ سرخ. مرغمون رو به قطعات کوچیک میکنیم، یه مقدار روغن با یکم زردچوبه توی میریزیم، این مرغ رو یه مقدار سرخ میکنیم. وقتی کاملا سرخ شد، دو طرفش سرخ شد، آب میریزیم توش به همراه یه دونه پیاز میذاریم کاملا بپزه. الان این فسنجانمون تقریبا گردمون جا افتاده، حالا الان بیام بهش آب مرغ و مرغمون رو اضافه میکنیم. آب مرغمون هم اضافه میکنیم. و همجور ربمون و رب انار و ادویه‌مون رو که کاملا با هم دیگه میکس بشه و یه ساعت و نیمه دیگه کاملا فسنجونمون جا بیفته. ادویه هامون هم اضافه میکنیم. اگر دوست داشته باشید آخر کار که میخوام غذا رو بکشیم، یه 10 دقیقه مونده غذا رو بکشیم، میتونیم یکم زعفران آب کردم بهش اضافه کنیم. اگر فسنجون ترش دوست ندارن آخر کار، اون موقع که زعفران استفاده میکنیم، میتونیم شکر بهش اضافه کنیم و که یکم مزه ملس بدیم. فسنجونمون کاملا جا افتاده، به خاطر اینکه روغنش رو کاملا پس بده یه تیکه از یخ میندازیم توش یه چند دقیقه بمونه. بعد الانم یه مقدار زعفران آب کرده بهش اضافه میکنیم یکم خوش رنگ بشه.